به نام یاد خدا، سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه برابر است با سه قوس سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز چند سرخط. مسدود شدن سفارت افغانستان در دهلی نو. این سفارت با پخش اعلامیه از توقف کامل فعالیت‌هایش خبر داده و گفته است که این سفارت به علت فشار دولت هند و طالبان مسدود شده است. بیانیه که فرماندهی تخنیکی خود بنا بر ایجاد روابط با افغان کابل روان کرد. طالبان از امروز فشار وارد کردند تا دیپلمات زیاد بکنند و سفارت را به صورت رسمی کنند. نگرانی پیمان امنیت جمعی از کشت مواد مخدر در افغانستان. سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی مسئله مواد مخدر و چگونگی پیکار با گروه های هراس‌افکن در منطقه را به بحث گرفت. حکومت سرپرست فعلی افغانستان با تعهد داده که در مقابل جامعه جهانی و فشارهای همسایه در قبال کشت، زر و قاچاق مواد مخدر در آن گام‌های عملی برداشته و خاطر جلب اعتماد جامعه جهانی و خصوصا کشورهای همسایه افغانستان در این جهت اقدام عملی نموده. تأکید بر رسیدگی به چالش های اخراج شدگان از پاکستان. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که رهبر امارت اسلامی در جلسه کابینه به تمام وزارتخانه ها هدایت داده تا به چالش های مهاجران رسیدگی کنند. ټول به صبر کوو او همت به کوو چې دغه مشکلات سره حل کړو، او د مشرتابه د عالي قدر نني صاحب د هغوی توصیه هم دا وه ټولو مسؤلینو ته چې هر څومره په توان کې وي په وس کې وي باید خپلو وروڼو ته سهولت برابر. ایجاد یک کمیته برای انتقال سرمایه افغان ها از پاکستان به کشور و آغاز آتش بس چهار روزه میان حماس و اسرائیل. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبغه سپه. سفارت افغانستان در دهلی نو مسدود شد. این سفارت با پخش اعلامیه از توقف کامل فعالیت‌هایش خبر داده و گفته است که این سفارت به علت فشار دولت هند و طالبان مسدود شده است. تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته. برخی از دیپلماتان پیشین میگویند که توقف کار این سفارت بر چالش‌های مهاجران افغان در این کشور می‌افزاید. میترا مجیدی. سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به گونه‌ای دائمی خبر می‌دهد. این سفارت به روز جمعه با پخش خبرنامه علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و طالبان برای واگذاری این سفارت خوانده است. در این خبرنامه آمده است که پس از 8 هفته انتظار دولت هند به خواستهای این سفارت رسیدگی نکرده است و آنان با یک انتخاب دشوار روبرو شده و این سفارت را به دهلی نو سپردند. کشور هندوستان با رژیم‌های مختلف افغانستان رابط خوبی از سنا داره و هیچ وقت نمیخواد مسائل سیاسی و نظامی افغانستان زیر دخل شود تا کمکان بلاواز نبوده. اما نمیتوان از قضایام در باعث یک کشور صنعتی بزرگ در منطقه دور باشه. بنا از ایامی که کارمندان تخنیکی خود بنا بر ایجاد رابط با افغان کابل روان کردن، طالب از امور فشار وارد کردن تا از سوی دیگر دانشجویان افغان در هند هم بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را نگران کننده می خوانند. هندوستان که زیش میر افغانان و سیگی اغا که تجاران و اغا که ماسلین و ام افغانان و پیملی سره دو دو دوی لمرانه مرجع چی و پا هندوستان که اغا سپارت و دو دوی چی که اسناد مسئله و دیتا و تنور مشکلات و نو دو دوی لمرانه مرجع چی و اغا افغان سپارت و پا افغان پا هندوستان که. هرچند امارت اسلامی در این باره چیزی نمیگوید، اما برخی از آگاهان روابط بین الملل میگویند که برای حل این معضل نیاز است تا دو طرف در این باره گفتگو کنند تا به یک نتیجه مشخص برای رسیدگی به چالش های شهروندان کشور در هند دست یابند. بسته شدن سفارت افغانستان در آن کشور مشکلات زیادی را از نگاه کارهای ویزه، کنسولی و تجارتی به بار میارد. امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان و حکومت هند به خاطر بازگشایی سفارت کشور ما راه های خوب مناسب و
دیپلماتیک را جستجو نمایند. پیش از این سفارت افغانستان در دهلی نو گفته بود که فعالیت این سفارت از اول ماه اکتبر سال روان میلادی به علت عدم پشتیبانی حکومت هند از این سفارت، عدم برآورده شدن انتظارات در تامین منافع افغانستان و همچنان کاهش کارمندان و منابع متوقف می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی مسئله مواد مخدر و چگونگی پیکار با گروه های هراس افکن در منطقه را به بحث گرفت. برخی از کشورهای عضو این سازمان در این نشست بر افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات تاکید ورزیدند. تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته است. رئیس جمهور قرغزستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی می گوید که کشورش از یک افغانستان صلح آمیز و باثبات پشتیبانی می کند. صادر جباروف همچنان از تمایل حکومت سرپرست برای انجام تعهداتش در برابر جامعه جهانی از بهر جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت بشری استقبال می کند. قرغزستان از افغانستان به گونه کامل، همه جانبه و با ثبات پشتیبانی می کند و ما از تلاش های پیشنهادی دولت داخلی افغانستان استقبال می کنیم و از تمایل آنها برای انجام تعهدات خود در قبال جامعه جهانی به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اجتماعی و انسانی در این کشور حمایت می کنیم. ما معتقدیم که ادامه دادن کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان و ارتقای ادغام این کشور رنج کشیده در اقتصاد منطقه مهم است. امسال قزاقستان غذا و اقلام مورد نیاز را به افغانستان فرستاده است. برخی از نمایندگان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست مشترک شورای وزیران خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت این سازمان با پخش بیانیه مشترک از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند. شرکت کنندگان این نشست درباره پیکار با گروه های هراس افغان در منطقه نیز گفتگو کردند. حکومت سرپرست فعلی افغانستان با تعهد داده که در مقابل جامعه جهانی و کشورهای همسایه در قبال کشت، زر و قاچاق مواد مخدر در آن گام‌های عملی برداشته و به خاطر جلب اعتماد جامعه جهانی و خصوصا کشورهای همسایه افغانستان در این جهت اقدام عملی نموده. هرچند امارت اسلامی تا کنون در این باره چیز تازه‌ای نگفته است، اما پیش از این گفته است که تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور نزدیک به صفر رسیده است. کشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس، کازاخستان، قرغزستان، تاجیکستان، افغانستان و صربستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. بیش از 70 نهاد فعال مدنی از ارزیابی دبیر کل ملل متحد درباره افغانستان انتقاد کردند. این نهادها و فعالان مدنی در نامه گفتند که پیش از تهیه این گزارش توصیه هایشان را به این سازمان فرستاده بودند، اما هیچ یکی از آنان در گزارش مد نظر گرفته نشده است. آنان از جامعه جهانی خواستند تا هنگام تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان وضعیت را متعادل نگه دارد و از زنان در افغانستان پشتیبانی کنند. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که رهبر امارت اسلامی در جلسه کابینه به تمام وزارتخانه ها هدایت داد تا به چالش های مهاجران رسیدگی کنند. مسئولان ولسوالی اسپین بولدک نیز میگویند که از آغاز ماه عقرب سال روان خورشیدی تا اکنون بیش از 100 هزار افغان اخراج شده از پاکستان از گذرگاه این ولسوالی به کشور برگشتند. شمس الرحمن خپلواک گزارش میدهد. آمار ثبت معلومات مهاجرین برگشت کننده در ولسوالی سپین بولدک کندهار میگوید که از آغاز ماه عقرب سال روان خورشیدی تا کنون 104 هزار تن افغانهایی که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند از گذرگاه سپین بولدک به کشور برگشتند. په تیره یوه میاشت کې یعنې د عقرب د لومړۍ نیټې څخه بیا د عقرب تر دیرشمې نیټې پورې 1200 کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي دي چې جمله کسان یې 1400 غالبا د دوی تعداد ته رسېږي. شماری از افغانهای اخراج شده نیز برخورد نامناسب نظامیان پاکستانی را مخالف تمام اصول انسانی دانسته میگویند که با دست خالی به کشور برگشتند. آنان از حکومت سرپرست خواستار کمک هستند. زه په کراچۍ کې ما د هوټل کار کوی، هلته دی په بنارس کې ونیولم، درې څلور شپې مې هلته وکړلې، بیا رابډر پاس یې کړم. موږ په دولسو ونو کې اوس یو څوک هلته نشته. موږ 15 کاله تېر کړه،
په 15 دیش کاله کې موږ د اقدار په عزت نه دی سوچ پلاستر گشته چې لال مودي ورو د شپې کوروتم را وشتل میاشت مخه خبرم را کړی ول ډیره په تکلیف کې یو بس لوم زنیماتس بر روان شو. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که به هدف ارزیابی وضعیت مهاجران به سپین بولدک رفته است به طول نیوز میگوید که رهبر امارت اسلامی در جلسه کابینه به تمام وزارتخانه ها دستور داده است که به چالش های مهاجران رسیدگی کنند. ټول به صبر کو او همت وکړو چې دغه مشکلات سره حل کړو او د مشرتابه د عالی قدر صاحب د هغوی توصیه هم دا وه ټولو مسؤلینو ته چې هر څومره په توان کې وي په وس کې وي باید خپل ورون ته سهولت برابر. از تاریخ اول ماه نوامبر 2023 میلادی به این سو روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان آغاز شد که تا کنون هزاران خانواده به کشور برگشتانده شدند. اتحادیه اروپا از کمک 10 میلیون یورویی به هدف تقویت و بهبود سکتور صحی در افغانستان خبر داده. این اتحادیه در خبرنامه افزوده است که این کمک ها برای تامین نیازهای بهداشتی 2 میلیون تن در 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده که از سوی سازمان جهانی بهداشت هزینه خواهد شد. در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که کمک 10 میلیون یورویی به هدف بهبود و تقویت سیستم بهداشتی، آمادگی برای بیماری های عفونی، شرایط اضطراری در افغانستان در نظر گرفته شده است. کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان در مورد راه اندازی کمک های مالی بیشتر به سازمان جهانی بهداشت میگوید که این اتحادیه متحد به محافظت از افغان ها در برابر شیوع بیماری ها و سایر موارد اضطراری است. همزمان با این سرپرست وزارت صحت عامه به این باور است که این کمک ها به منظور معیاری کردن سکتور صحی افغانستان استفاده خواهد شد. کوشش موږ دا ده چې څومره موږ ته بودیجه د بیرونه نه راځي هغه ټول د ولسونو او د افغانستان د صحت سیستم په معیاري کولو باندې موږ ولګو. شماری از پزشکان در کابل نیز این کمک ها را مهم می دانند اما می گویند که کمبود دوا و نبود پرسنل متخصص از چالش های عمده بخش صحی افغانستان اند که باید سازمان جهانی بهداشت به آن توجه بیشتر کند. این می تواند زیادتر اطفال زیر سن 5 سال که تهدید به مرگ هستند اینا را از نجات بده و کمک بسیار خوب از در فصل زمستان چون اونا بی سرپناه هستند. بسیار مهم است که کمک های ادامه پیدا بکنه و وسایل تشخیصی مدرن به کشور و به سکتور صحی افغانستان مهیا بکنه. سازمان جهانی بهداشت نیز با نشر گزارش گفته است که شماری از بازماندگان زمین لرزه پسین در هرات در ولسوالی های چون کشک‌رباط سنگ، زنده‌جان، گلران، کوهسان و 114 هزار تن دیگر که اکنون در پناهگاه های موقت و متراکم و ضعیف به سر میبرند به کمک های فوری نیاز دارند. شماری از فروشندگان سنگ لاجورد در پایتخت از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. برخی از آنان میگویند که مشتریانشان در مقایسه با یک سال پیش کاهش چشمگیری یافته است. اما وزارت معادن و پترولیم میگوید که تلاش میشود تا در جهت استخراج معادن لاجورد در کشور تفاهم های بزرگ را انجام دهند. با عبور از این مسیر سنگ های لاجورد به رنگ آبی توجه هر رهگذر را به خود جلب می کند. کوچه مرغ فروشی شهر کابل از مشهورترین مکان های خرید و فروش سنگ های قیمتی از جمله سنگ لاجورد است. عبدالرشید که بیش از 20 سال می شود در این کوچه سرگرم فروش اجناس قیمتی به ویژه سنگ لاجورد است، حالا از کمرنگ شدن بازار کارش شکایت دارد. بازار خوب و کل این معلوم است امی تحول کامت بازار در مجموع خراب شد و پیش از ایام تاثیرات منفی خود کرونا سرش گذاشت و بعد این تحول که در افغانستان آمد خب معلوم از دیگه فعلا بازارا کم است. برخی دیگر از این فروشندگان نیز میگویند که مشتریانشان نسبت به یک سال پس این کاهش یافته است. زیادتر اینجاهای خارجی از ما زیاد می گرفتن اما با رفتن از ما فروشات از یا بسیار کم شده. همه که فروشات را که ما داریم مطالعه ما خارج از افغانستان هستن اینجا فامیلای خون روان میکنن از ما خرید میکنن. از همی استفاده کنن نسبت به صنایع موشینی، چرا که صنایع موشینی یک بار مصرف است و صنایع دیستیک است، صنعت دیستیک است، این بداها بار چکش میخورد، ده ها سال کار میتواند.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با تاکید به جلوگیری از استخراج غیرقانونی سنگ لاجورد میگوید که این وزارت تلاش دارد تا در جهت استخراج معادن لاجورد در کشور تفاهم‌های بزرگ را انجام دهند. اسلامی امارت لحاکمیت وروسته در غیر قانونی استخراج مخه کاملا نیول شوی، خو البته تر اوسه پوری د استخراج دپاره کوم قرارداد نه ده شوی او کوشش ده کیږي تر څو اصولي لاره برابر شي او دغې نه وروسته بیا عملا د دې قرارداد وشي. سنگ لاجورد یکی از پرطرفدارترین سنگ‌های قیمتی در جهان به حساب می‌آید که از زمان آغاز تاریخ بشر مورد کاربرد قرار گرفته و افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که در آن انواع گوناگون لاجورد وجود دارد. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. امارت اسلامی از ایجاد کمیته برای انتقال سرمایه افغان‌ها از پاکستان به کشور خبر می‌دهد. سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که این کمیته تسهیلات لازم را برای انتقال دارایی‌های افغان‌ها فراهم می‌سازد. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که نیاز است تا امارت اسلامی با پاکستان روی یک راه کار کند. آمنه حکیمی. پس از اخراج مهاجران افغان از پاکستان و نگرانی ها از چگونگی انتقال سرمایه این مهاجران به کشور، به تازگی سخنگوی امارت اسلامی به طولو نیوز میگوید که کمیته را ایجاد کردند تا بتوانند تسهیلات لازم را برای انتقال سرمایه مهاجران به افغانستان فراهم بسازند. ذبیح الله مجاهد می افزاید که هدف از ایجاد این کمیته حل چالش های سرمایه گذاران و فراهم سازی زمینه کار به مهاجرانی که دوباره برگشت می کنند است. اگر مهاجرین اینجا میان انشاءالله که سرمایهشان بدون کدام ضرر و نقصان انتقال خواهد شد. دوم، امارات اسلامی افغانستان هم یک کمیته خاص به خاطر زمی توظیف کرده که زمان مهاجرین پس بر میگردن و آنها سرمایه گذاری میکنن یا کاروبار به خود پیدا میکنن یا حتی دکانداری میکنن یا کارهای دیگر تجارتی و اقتصادی را پیش میبرین، یک برنامه را برایشان تسهیلات لازم را ایجاد کنند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که باید امارت اسلامی با پاکستان به توافق برسند تا سرمایه های افغان هایی که در پاکستان است به کشور انتقال یابد. تقریبا ما یک نیم ماه پیش مجلس داشتیم به مقام محترم وزارت تجارت و دهی برای راهکارهای خوبی در نظر گرفته شده. ان شاء الله هر تاجر میتونه که در افغانستان به با بسیار یک سهولت های بسیار خوب با یک پکیج بسیار خوب میتونه که به افغانستان بیه و اینجا کار خودش رو کنه. شماره از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که انتقال سرمایه مهاجران افغان در پاکستان به کشور در بهبود اقتصاد و سرمایه گذاری ها سودمند واقع خواهد شد. اسلامی امارات هم دغسی و تگلار باید ورته جوړه کیستی څنګه موږ کولای شو چې خپل افغانان سره له سرمایو سره له بزنسو سره له فابریکو بیرته وطن ته راوبولو، دوی ته زمینه د کار برابره کړو، دوی ته دلته امکانات ورته برابر کړو. نو د دې لپاره حکومت باید مشترک او دغه اوسې کوم هیئت للی پاکستان ته د هغه نتیجه باید شریکه سي سي نتیجه یې څه وه په دې برخه کې دی. از سوی هم برنامه جهانی خوراک میگوید که پس از برگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان این نهاد برای 250 هزار تن کمک کردند. پروگرام غذایی جهان به افغانهایی که از پاکستان بازگشتند کمک های غذایی اضطراری ارائه می کند. اکثر این خانواده ها توانستند فقط مقداری از نان برای سفرشان بسته بندی کنند و در حالی که گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت هستند به کشورشان برگشتند. این در حال است که بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان، افغانها بیش از 3 میلیارد دلار در بخش های گوناگون در پاکستان سرمایه گذاری کردند. رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر، شب روز بخیر، خدا نگهدار.